بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء در صفا و مروه. دعاء الوقوف على الصفا والمروه. لما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي علي حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. الحديث وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. جابر رضی الله عنه در وصف حج رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به کوه صفا می رسیدند، این آیات را می خواندند: همان صفا و مروه از شعائر الهی هستند. پس می فرمودند: سعی را از جای آغاز می کنم که خداوند از آن یاد کرده است. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی را از صفا آغاز می کردند و بالا می رفتند تا کعبه را می دیدند. سپس رو به قبله می کردند و تکبیر می گفتند و این دعا را می خواندند: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. جز الله معبودی بر حق وجود ندارد، یگانه است و شریک ندارد. پادشاهی از آن اوست و ستایش مخصوص اوست. او بر هر چیز توانا است. جز او معبودی دیگر وجود ندارد، یگانه است. اوست که وعده اش را تحقق بخشید و بنده اش را پیروز کرد و به تنهایی گروه ها را شکست داد. و در این میان دعاهای گوناگون می فرمودند و دعای بالا را 3 بار تکرار می کردند. بالای مروه نیز همین عمل را انجام می دادند. فایده های حدیث: فایده اول، گرامی داشتی شعار دینی نشانه تقوای الهی است که راه نجات در دنیا و آخرت می باشد. فایده دوم، اقرار و اعتراف همیشگی به توحید و تعظیم الله سبحانه و تعالی.